سلام با رویدادهای خبری استدیوی آزادی با من جاوید نیمی خوش آمدید امروز دوشنبه دهم سرطان است مطابق اول ماه جولای آرامش شهر کابل پس از چندین هفته امروز برهم خورد بعد دنبال انفجار در یک مرکز لوژیستیک وزارت دفاع افغانستان در منطقه پل محمود خان درگیری مسلحانه هم آغاز شد کابل در حال شاهد این رویداد بود که دور تازه گفتگوها میان دیپلومات های امریکایی و نماینده های طالبان در قطر ادامه دارد. ایالات متحده و پاکستان حمله امروز کابل را نکوهش کردند. نزدیک ساعت 9 صبح امروز شهر کابل بازم شاهد یک انفجار نیرومند بود و دنبال آن درگیری آغاز شد و وضعیت را به هم زد. امیدوار از امیر سمحاب بس از که در مسلمان و ما درخواست و ندای صلح در حال اصوی شهروندان افغانستان بلند می شود که طالبان همزمان با آغاز دور هفتم مذاکراتشان با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در قطر مسئولیت حمله امروز در کابل را پذیرفتند سفارت امریکا در کابل حمله را به شدت نکوهش کرده و گفته است به هیچ کارمندش در رویداد آسیب نرسیده وزارت خارجه پاکستان نیز در یک اعلامیه حمله را نکوهش کرده و با خانواده های قربانیان همدردی نشان داده است شش دور گذشته گفتگوها میان طالبان و نماینده امریکا تا هنوز بی نتیجه مانده اما سحیل شاهین سخنگوی طالبان در قطر امروز در تویتر نوشت انگام با جوانب افغانی وارد مذاکره می شوند که در حضور شاهدان بین المللی جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان اعلام شود ایالات متحده امیدوار است توافق صلح افغانستان تا پیش از اول سپتامبر امضا شود امران خان صدر پاکستان در روزهای آینده به امریکا می رود تا برای بهبود روابط دو کشور تلاش کند. پاکستان پیش از این متهم شده بود که میلیاردها دلار از امریکا گرفته اما در کار مبارزه با تروریسم واشنگتن را فریب داده است. رسانه های پاکستانی روز یکشنبه اعلام کردند که صدر اعظم امران خان در 20 جولای سفر پنج روزش به امریکا را آغاز می کند. خان تلاش خواهد کرد تا در دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روابط کشورش را بهبود بخشد آمریکا و افغانستان پیش از این بارها پاکستان را متهم کردن که در خاکش برای طالبان مسلح پناهگاه داده است ایالات متحده با آغاز کار امران خان به عیسی صدراعظم پاکستان کمک های صدها میلیون دلاری بر اسلام آباد را متوقف ساخت ترامپ در ماه جنوری در یک توییت گفت در 15 سال گذشته 33 میلیارد دلار برای پاکستان دادن اما در بدل این کشور دروغ گفته و فریب داده است اسلام آباد با رد این اتهام ها گفته که خودش قربانی تروریسم است و در این حال با این پدیده مبارزه جدی می کند حکومت سوریه می گوید نیروهای اسرائیلی دیشب بر دو پایگاه نظامی در هومز و دمشق حمله هوایی کردند. با گفته خبرگزاری رسمی سوریه چهار غیر نظامی در این حملات کشته شدند و 21 تن دیگر هم زخم برداشتند. نیمه شب و لحظات حملات هوایی بر خاک سوریه. اردوی سوریه میگوید قوای هوایی اسرائیل بر پایگاه های نظامی آنها حمله کرد. خبرگزاری دولتی سنا به نقل از اردو گزارش داده که آنها برای رفع دفع حملات تلاش کردند. اسرائیل از دادن جزیات در این مورد خودداری کرده اما پیش از این مسئولیت چند حمله بر خاک سوریه را پذیرفته است. به گفته اردو اسرائیل هدفش از حملات هوایی سرکوب ملیشی های ایرانی است. در جنگ داخلی سوریه تهران از رژیم بشار حمایت می کند و هزاران جنگجو را برای دفاع از او به آن کشور فرستاده است. در نتیجه واشگون شدن یک بس در هند حداقل 35 تن جان دادند. سانه هست صبح امروز در کشمیر تحت اداره هند انگام رخ داد که بس در یک دره سرنگون شد. در کمتر از یک هفته دومین رویداد مرگبار در کشمیر تحت اداره هند. علاوه بر 35 کشته هفته تنی دیگر هم در رویداد امروز از زخم برداشتند که وضعیت شماری از آنها وخیم دانسته شده. مقام های محلی به پروایی راننده ها را علت افزایش رویدات های ترافیکی در کشمیر می دانند. هند مرگبارترین جاده های جهان را دارد. بر اساس تخمین خبرگزاری از سوشیتت پرس، سالانه حدود 150 هزار تن در رویدات های ترافیکی در هند کشته و 450 هزار تن دیگر هم زخمی می شوند. و برای نخستین بار یک هرم 4000 ساله در مصر برای بازدید کننده ها گشایش یافته است. هرم لاهون گذرگاه دارد که در آن گورستان های باستانی مصر قدیم دیده می شوند. از بیرون مشابه به یک کوه کوچک است اما داخل آن تاریخ چندین هزار ساله مصر را در خود دارد ها و دیوارهای حرم لاهون از چهار هزار سال پیش حکایت می کنند مردم می توانند اجساد مومیایی شده را هم ببینند هرم لاهون در شست کیلومتری جنوب قاهره واقع شده و از حالا مردم می توانند روزمره از آن دیدن کنند صنعت جهانگردی مصر در سالهای اخیر شدیداً صدمه دیده در حالی که پیش از بهار عرب در سال 2010 و سرنگونی رژیم حسن مبارک هم از ساله حدود 14 میلیون تن از این کشور تاریخی دیدن میکردند. گشایش یک هرم چندین هزار ساله در مصر سپاس گذارم که با استدیو آزادی امراخ بودید در صفحه اینترنتی ما و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب رادیو آزادی را دنبال کنید وقت هر یکتان خوش